درود بر شما. این مدار آیفون دو طرف است که به اون اینترکام یا ارتباط داخلی هم میگیم. این مدار مال شرکت بهنام کیت هست. شما میتونید مدار رو بسازید و اگر فرصت ندارید از شرکت بهنام کیت تهیه کنید. من وقتی این مدارا رو میبینم یاد شرکت مهران کیت میفتم. فکر کنم مؤسسشون آقای قربانی بودن. اگر در قید حیات هستن خداوند عمر طولانی به ایشون بده. علم الکترونیک رو ایشون در ایران گسترش دادن. بدون تلاش ایشون شاید این علم به این زودی ها فراگیر نمی شد. من مطمئنم که همه ما خاطرات زیادی از مهران کیت داریم. حالا برگردیم به این مدار. این مدار از IC LM386 استفاده می کنه. یک IC 8 پایی هستش. اول مدار رو امتحان کنیم. من ولتاژ 8.5 ولت رو دارم وارد مدار می کنم. این IC نسبت به اتصال نادرست ولتاژ مثبت و منفی حساسه. پس دقت کنید که ولتاژ رو اشتباه وصل نکنید. مدار فعاله. به صورت دو طرفه هست. اگه اینجا صحبت کنم از بلندگو پخش میشه. حالا این بلندگو باید این کلید رو فشار بدم. حالا تو بلندگوی دوم صحبت میکنم. خب همونطور که دیدید مدار به صورت دو طرفه کار میکنه. یعنی بلندگو به عنوان میکروفون هم داره عمل میکنه. حالا بریم خود مدار رو بررسی کنیم. خب این مدار آیفون دو طرفه هست. IC LM386. یک ترانزیستور NPN هم داره. C945. اگر در گوگل عبارت آیفون دو طرفه رو سرچ کنید میتونید نقشه این مدار رو به دست بیارید. IC LM386 سه مدل داره. اگر در انتها نوشته باشه N1 بین 4 تا 12 ولته و 250 میلی وات هم خروجیش. اگر نوشته باشه N3 بازم بین 4 تا 12 ولت ورودی داره ولی 500 میلی وات خروجیشه. ولی اگه نوشته باشه N4 5 تا 18 ولته و 500 میلی وات خروجی میده. غالبا توی این مدارا از نوع N1 هستش. اول دیتا شیت این IC رو نگاه بندازیم. این دیتا شیت IC LM386. پایه 1 و 8 برای گین هستش. پایه 2 و 3 ورودی اینورتینگ و نان اینورتینگ هست. یعنی ورودی های تقویت کننده. خروجی تقویت کننده رو پایه 5 هست که میشه آوت. پایه 4 گراند یا همون 0 ولت. همون 0 ولت منبع تغذیه. پایه 6 ولتاژ تغذیه IC. همون VS یا VCC. پایه 7 هم بایپس هست. غالبا تو بیشتر مدارات پایه 7 آزاده. ما میتونیم یک خازن بذاریم تا نویز رو کاهش بدیم. 100 میکروفاراد کافیه. پس داخل IC فقط یک تقویت کننده عملیاتی وجود داره. حالا مدار رو ببینیم. شما اگر در گوگل اینترکام یا آیفون دو طرفه رو سرچ کنید این طرح میاد. برای تقویت صدا از یک ترانزیستور و IC LM386 استفاده میشه. از دو تا بلندگو داره استفاده میکنه. یکی از بلندگوها به عنوان پخش کننده و یک بلندگو به عنوان میکروفون عمل میکنه. به چه حالت؟ وقتی ما این کلید رو فشار میدیم جای پایه ها تعویض میشه. همین کلید فشاری. منفی دو تا بلندگوها به منفی متصله. سیم دوم بلندگوها رو کلید هست. وقتی کلید در حالت عادیه خروجی اوپمپ که رو پایه 5 هست یک خازن کوپلاژ در اینجاست. برای اینکه ولتاژ DC وارد نشه. از این مسیر خورده به کلید و از اینجا وصل به این بلندگو. پس این بلندگو به عنوان پخش کننده هست. حالا این یکی بلندگو منفیش به منفی مدار متصله و از این مسیر به امیتر این ترانزیستور. پس این بلندگو به عنوان میکروفون عمل میکنه. در بیس این ترانزیستور هم یک خازن کوپلاژ هست. برای اینکه ولتاژ DC وارد نشه. ولتاژ مثبت از اینجا وارد این مقاومت شده، وارد کلکتور این ترانزیستور. این مقاومت برای بایاس این ترانزیستوره. خروجی روی کلکتور هست. دوباره کازن کوپلاژ هست. از این مسیر رسیده به ورودی نان اینورتینگ پایه 3. یک پتانسیومتر 10 کیلو در اینجاست که میتونیم صدای ورودی رو تنظیم کنیم. این پتانسیومتر اینجاست. پایه منفی به 0 ولت متصله. پایه 4 هم که به 0 ولت متصله. پایه 6 IC برای تغذیه هستش.
بین 4 تا 12 ولت رو میتونیم به این IC بدیم. پایه 1 و 8 برای گین یا بهره هست. اگر پایه 1 و 8 به هم متصل نباشن، گین یا بهره 20 هست. ولی اگه به کمک یک خازن 10 میکرو به هم متصل بشن، ما بهره 200 رو داریم. حالا اگه یک پتانسیومتر با خازن سری کنیم، میتونیم گین رو تنظیم کنیم. پایه 7 هم برای بایپاس هست. غالبا در بیشتر مدارات این پایه آزاده، ولی میتونیم به کمک یک خازن 100 میکرو اون رو به گراند متصل کنیم. برای کاهش نویز هستش. خروجی تقویت کننده رو پایه 5 که یک خازن کوپلاژ داره 200 میکروفاراد. شما میتونید این مقادیر رو تغییر بدید. میتونید از 250 میکرو هم استفاده کنید. در بعضی از مدارات شما تو بخش خروجی یک مقاومت و یک خازن رو به صورت سری میبینید که به صفر ولت یا گراند متصل شده. همون مدار RC میشه، برای پایداری و عدم نوسان هستش، که البته تو این مدار وجود نداره. مدار خیلی ساده ای هست ولی عملکرد خوبی داره. میتونید ویدیو رو نگه دارید و از روی این بکشید. یه نکته براتون یادآوری کنم. مثبت باتری در اینجاست، منفی باتری در اینجا. بلنگوهام 8 اوم هستن. حالا یه بار دیگه مدار امتحان کنیم. مثبت و منفی رو اشتباه وصل نکنید چون IC میسوزه. دارم صدا رو تست میکنم. حالا بلنگوی دوم کلید رو فشار میدم. دارم صدا رو تست میکنم. این بلنگو کیفیت خوبی نداره. خرابی صدا مربوط به خود این بلنگو میشه. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.